با سلام به شما بینندگان عزیز کانال جدید، امیدوارم هر جا که هستین سالم و سرحال باشید. نسرین بشارت هستم همراه همکارم سحر آزاد، یکی دیگه از مجموعه برنامه های نگاه روز رو تقدیم حضورتون میکنیم. و اما موضوع مورد بحث امروز ما اعتراضات مردم در استان هرمزگان هستش. در هفته های پیش مردم استان هرمزگان به خاطر مصوبه الحاق بخش غربی استان هرمزگان به استان فارس اعتراضاتی انجام دادند و بر علیه این دستور که قرار بود قسمتی از بخشی از این استان غربی به استان فارس منتقل بشه اعتراض کردند و نیروی امنیتی به سوی به طرف مردم شلیک کردند و 10 نفر رو دستگیر کردند. در این رابطه گفتگویی داریم با کیان آذر. با سلام به شما کیان آذر، مرسی که دعوتمون رو پذیرفتین. منم سلام میکنم به شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید. یکی اون نظر میتونیم ما رو و بینندگان رو درباره آخرین اخبار این جریان استان هرمزگان قرار بدیم، بگین اصلا جریان از چه قرار بود و چرا مردم اعتراضاتشون رو شروع کردن؟ همونطور که شما هم اشاره کردید، من به دو مورد میتونم اشاره بکنم که علت اعتراضات مردم توی استان هرمزگان چی بوده. علتی که باعث شده این اعتراضات انجام بگیره، همونطور که شما هم اشاره کردین، جدا شدن یک بخشی از قسمت غربی استان هرمزگان بوده که به اصطلاح طی مصوبه‌ای باید به پیوند به استان فارس و در پی اون مردم دست به اعتراضات زدن. این سطح قضیه هستش و به اصطلاح اولین مواردی که باش برخورد میکنیم که علت چی بوده و اخبار از چه قرار بوده این مسئله بوده. ولی دلیل واقعی اون به هر حال وجود اعتراضات در دل جامعه ایران هستش و مخصوصا در بخش های مختلفی از این جامعه که تحت ستم بیشتری هستن، تحت فشار بیشتری هستن، علت واقعی اون اعتراضات بوده. بیکاری، بیحقوقی، سرکوب و نداشتن آینده روشن مشخصا دلیل واقعی این اعتراضات بوده و مردم حالا بخش‌های مختلف جامعه ایران شامل این شرایط میشن. اما تا جایی که به این خبر برمیگرده، مردم به اصطلاح استان هرمزگان و اون بخش جنوبی جامعه ایران تحت سرکوب شدید، فقر شدید، بیکاری شدید، نداشتن آینده روشن و تأمین نبودن از لحاظ اقتصادی و حرمت انسانی نداشتن از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده. این علت واقعی اعتراضات مردم بوده که خودش رو توی این قضیه به این صورت نشون داده، حول مسئله جدا شدن بخش غربی استان هرمزگان و پیوستنش به استان فارس. نمایندگان مجلس رژیم از استان هرمزگان به این مصوبه اعتراض کردن و به دولت اعتراض کردن و افشاگریایی انجام دادن و به دولت دهم و یه حالت افشاگری رژیم دولت دهم کردن و از روحانی خواستن که این مصوبه رو انجام نده، لغوش کنه. و سوالی که پیش میاد اینه که آیا واقعا تمام این اعتراضات بر سر این مصوبه است که 5 تا روستای استان هرمزگان قرار به استان فارس منتقل بشه و یا چیزای دیگه پشت پرده هستش؟ ببینید، از طرف اینکه جمهوری اسلامی و دولت مثلا قبلیش یا همین دولت جدیدش یه همچین طرحی رو آورده و یا داره ادامه میده، علت اصلی همیشه این هستش که حاکمین، اونایی که دست اندرکار هستن و قدرت دستشونه، به دنبال منافع اقتصادی و کسب قدرت بیشتر هستن و اینها شامل باندهای مختلفی به اصطلاح هستن که توی حکومت جمهوری اسلامی یا سایر حکومت ها وجود دارن. علت اصلی این مسئله هم وقتی که ما بهش مراجعه میکنیم، خب یک تاریخچه ای داره، صحبت هایی که اینها کردن، موافقین، مخالفین و افرادی که به هر ترتیب میدونم پشت این فرده این قضایا چی هست، نشان از این هستش که باند بر سر مثلا همین باندبازی ها منافع اقتصادی و به هر ترتیب کسب قدرت بیشتر، کسب سود بیشتر، غارتگری بیشتر، اینها دارن این تصمیمات رو میگیرن که البته برای اون روبنا و یک شکل به اصطلاح یک شکل سطح قضیه هم درست کردن که به اون اشاره کردن که در رابطه با چه فاکتورهای این تصمیم گرفته شده. ولی چیزی که هستش، علت واقعی این مسئله این هست که رقابتی که این باندهای حکومتی، باند مافیای حکومتی
توی سطح کلانش، در سطح مناطق مختلف جامعه ایران، کشور ایران با همدیگه رقابت میکنن و میخوان سود بیشتری داشته باشن، قدرت بیشتری داشته باشن. نتیجه این به اصطلاح نتیجهش یک همچین مسئله هستش که ما الان میبینیم این اتفاق افتاده و از یک طرف موافقینی داره، از یک طرف مخالفین داره. خب این طرح در دوره پایانی به اصطلاح در دوره احمدی نژاد مطرح شده و در دوران ماهای پایانی دولت احمدی نژاد پیگیری شد که حالت اجرایی در بیاد و الان هم دولت روحانی در حال پیشبرد اون هست که همونطور که گفتم موافقین و مخالفین داره. ولی مسئله اینجاستش که یک نظام و حکومت انسان محور بر جامعه ایران حاکم نیست. یک مشت مافیایی که به فکر به چاپ چاپ هستن و با باندبازی و بگیر و ببند و به اصطلاح توانی میخوان سود بیشتری رو کسب بکنن و دست بیشتری در قدرت داشته باشن و در قارتگری داشته باشن، تصمیماتی میگیرن که این به هیچ عنوان به مردم هیچ ربطی نداره. یعنی اینکه این تصمیم گرفته بشه که حالا این جدا بشه، این بخش جدا بشه از استان هرمزگان و به استان فارس برسه، این آیا به نفع مردم هست، به ضرر مردم هست؟ اگر باقی میموندین در استان به اصطلاح هرمزگان آیا به نفع مردم میبود؟ اینها این تصمیمات هیچ کدوم به اصطلاح در جهت بهبود زندگی مردم نیست. اینها تصمیماتی هستش همونطور که گفتم در جهت قارتگری و کسب قدرت بیشتر و برای اون اشکال و روبناهایی هم درست کردن و به اصطلاح تحت اون عنوان دارن پیش میبرن. در ادامه این واکنش ها 186 نماینده مجلس به دولت اعلام کردند که این مصوبه الحاق و پس بگیره و فردی به نام فضلی وزیر کشور گفته که نه، ما این مصوبه رو پس نمیگیریم و این مصوبه باید انجام بشه. به نظر شما علت این که مجلسی ها در این امور دخالت میکنن چی هستش؟ ببینید، جمهوری اسلامی حکومتی هستش که به خاطر اینکه گفتم یه حکومت چپاول، غارتگر، یه حکومت دزد و سرکوبگر هست و بقای اون با سرکوب بوده و در جهت مثلا برای چاپیدن بیشتر، غارتگری بیشتر، سرکوب بیشتری میکنه. باندهای حکومتی همیشه این مافیایی که به اصطلاح به جناها و باندهای مختلفی تقسیم شدن همیشه آتوهای مختلفی داشتن برای به اصطلاح رو کردن دست هم دیگه. ما یادمون نمیره توی یک سال گذشته از رئیس جمهور این حکومت گرفته تا رئیس مجلسش تا نمیدونم همه سران حکومت جنایات همدیگر رو، غارتگری های همدیگر رو رو کردن و هر کسی هم تهدید کرده که به اصطلاح بیشتر رو میکنه. از سال 88 این مسئله بودش که این به اصطلاح مسائل رو، جنایات های همدیگر و چپاولگری های همدیگر رو رو میکردن تا همین یک سال پیش. و حکومت جمهوری اسلامی حکومت در بحران هست، بحران های فراگیر و جامعه ایران جامعه هستش که مترصد فرصتی است برای حمله کردن به جمهوری اسلامی به خاطر این وضعیت بد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که این حکومت با سرکوب به مردم ایران تحمیل کرده، فقر وحشتناک داده، جامعه رو مترصد کرده که یه فرصت دیگه بیاره به این حکومت حمله بکنه. بنابراین هر مسئله‌ای میتونه این انبار باروت رو منفجر بکنه. جامعه ای که معترض هست، من اول صحبت هم گفتم این شکل مثلا علتی که الان داره عنوان میشه یک مکانیزمی هستش برای پیشبرد اون اعتراضاتی که تو دل اون جامعه هست. مردم ایران، حالا چه در هرمزگان باشه، چه در استان فارس باشه، یا در هر منطقه دیگه ای، از این وضعیت ناراضی هستن، این وضعیت رو نمیخوان، نسبت بهش به اصطلاح اعتراض دارن و میخوان یه به هر صورت شده یک فضایی به وجود بیاد، یه روزنه‌ای به وجود بیاد که اعتراض خودشون رو پیش ببرن. حالا توازن قوا اینجا اجازه میده که به مردم هرمزگان که بخوان از به این شکل و از این طریق و از این به اصطلاح روزنه اعتراضشون رو پیش ببرن و وجود یک همچین شرایط سیاسی اجتماعی توی جامعه ایران و از طرف مردم نسبت به حکومت وضعیت رو برای جمهوری اسلامی خیلی بحرانی تر از قبل می‌کنه. بنابراین از نمایندگان مجلس گرفته تا خود مجلس تا سراسر ارگان های جمهوری اسلامی نگران هستند که مبادا
این همین اعتراضات اولیه ادامه پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه و اون وقت به یک جایی کشیده بشه که دیگه نشه اصلا کنترلش کرد. و مطمئن هستن که اگر این اعتراضات ادامه پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه به همین مسئله باقی نمیمونه و مردم به محض اینکه احساس بکنن که به اصطلاح توازن قوا داره به نسبتشون تغییر میکنه، خواستهای دیگری رو مطرح میکنن و این فقط محدود به همون منطقه هم نخواهد بود، سریعا به مناطق دیگه گسترش پیدا خواهد کرد. به خاطر همین خود صحبتایی هم که به اصطلاح سران جمهوری اسلامی یا نماینده های مجلس کردن، از مردم خواستن که شما کاری نکنید، بذارید از روال قانونیش و کانال قانونیش ما پیش میبریم، ما نماینده های شما هستیم و بذارید بالایی ها با هم دیگه چک و چونشون رو بزنن. حالا به اصطلاح به یک توافقاتی بین خودشون رسیدن که نه سیخ بسوزه نه کباب بسوزه و اینها بتونن در حال تقسیم غنایم بکنن. اون وقت ما هم یه جوابی به شما خواهیم داد. این جوابی بوده که اینها به مردم دادن و خواستن اعتراض نکنن. و علت نقش به اصطلاح اومدن وسط مجلسی ها و به هر حال ارگان های مختلف جمهوری اسلامی به خاطر این بوده که کنترل این مسئله از دستشون خارج نشه و این تبدیل به یک بحران فراگیر و گسترده تر نشه. بر اساس گزارشاتی که منتشر شده، بعضی از باندهای با نفوذ حکومتی و از جمله مقامات وزرای مال گازها و نفت پشت این طرح هستند و سوال اینه که چرا اینا خیلی اصرار دارن که این مصوبه انجام بشه؟ علتش چیه؟ اگه بتونید تو خیلی مختصر برامون توضیح بدین، 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. حتما. من خدمتتونم عرض کردم، گفتم این چیزی که ما در جلو میبینیم که سیاست میریزن و قانون میگن دارین تصفیه میکنیم و همه اینها پیشبرد منافع اقتصادی این اقلیت جامعه هست، این مافیا و باندهای مختلف هستش که یک بخش اقلیتی توی جامعه هستن و بر سر کسب منافع بیشتر، سود بیشتر و قدرت بیشتر با همین رقابت ها رو میکنن، بعضا با هم درگیر میشن، افشاگری میکنن و بخشن هم مثلا با هم میسازن. و اینها علت اصلی همه این مسائل هم همین هایی بود که تا الان گفتم. و نکته اینجاستش که اگر به تاریخچه این مثلا نگاه بکنید، میبینید که نه فقط توی استان هرمزگان، ولی موضوع ما هست در استان هرمزگان، بر سر معدن، بر سر پالایشگاه، بر سر مثلا بندر و سرمایه گذاری برای مثلا بخشای توریستی، همه اینها این اتفاقات افتاده و هیچ چیزش نه تنها به جیب مردم نرفته، فقط برای مثلا همین اقلیت بوده. الان هم مسئله همین هست، دعوا بر سر همون قدرت و منافع اقتصادی هستش که پشت این قضیه هست و اینها به خاطر همین دارن با هم درگیر میشن، رقابت میکنن و همدیگر به افشاگری و به اصطلاح متهم میکنن. با تشکر از شما کیان آذر که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خواهش میکنم، روز و شب شما هم خوش. و با تشکر از شما بینندگان عزیز تا این لحظه ما را همراهی کردین. گفتگوی ما را با کیان آذر در رابطه با اعتراضات اخیر مردم استان هرمزگان شنیدین. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همراه همکارم سحر آزاد بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم.